در گزارش سینمایی بهنام ناطقی. بهنام نگاهی داره به فیلم حصارها که اکران اون از همین جمعه در آمریکا شروع میشه. Hitch up my pony, saddle up my mare. There's a woman out there for me somewhere. I looked at here, looked at there, saw Rose and I latched on to her. در این صحنه از فیلم حصارها، تروی، سپور شهرداری پیتسبورگ با بازی دنزل واشنگتن، نمایشی از عشق و وفاداری به همسرش روز با بازی ویولا دیویس رو برای همسایه با بازی استیون مکینلی هندرسون بازی می‌کند. جلوی دیگران همیشه سرخوش و بازیگوش و عاشق است، اما همسر و فرزند در خلوت چهره دیگری از این ورزشکار وازده در آمریکای دهه 1950 می‌بینند، آدمی تلخ و افسرده و نومید. You know, that's like, why would they make Hamlet a movie? هنگام افتتاح اکران همگانی حصارها، دنزل واشنگتن نمایش‌های نویسنده آگست ویلسون رو به آثار شکسپیر و آرتور میلر تشبیه می‌کند و می‌گوید به این دلیل اون رو کارگردانی کرد که یکی از بهترین نوشته‌های قرن 20 است و تهیه کننده اسکات رودن فیلم رو به او سفارش داد. Hey, but two men ever played baseball good as you? And what did ever get me? I ain't got a pot to piss in or a window to throw it out of. نمایش حصارها برنده جایزه پولیتزر، ششمین از 10 نمایش حلقه پیتسبورگ است که نمایشنامه نویس آگست ویلسون درباره تاریخ زندگی سیاه‌پوستان در آمریکا و به خصوص روابط نژادی نوشته. هر نمایش درباره یکی از دهه‌های قرن 20 است. بازیگر ویولا دیویس میگوید در این شخصیت احساساتی پیدا کرده که 6 سال پیش هنگام اجرای نقش روی صحنه اونها رو درک نمی‌کرد، به این دلیل که حالا ازدواج خود او و شوهرش 18 ساله شده، مثل ازدواج روز و تروی در نمایش. دنزل 6 سال پیش در بازگشت اجراهای حصارها به برادوی 13 هفته با ویولا دیویس همبازی بود و برخی دیگر از همبازی‌های آنها در برادوی نقش‌های سابق خود را جلوی دوربین بازسازی کردند، از جمله استیون هندرسون، میکل تی ویلیامسون و راسل هورنزبی. There was an excitement because we knew that this is permanent now. دنزل میگوید سر صحنه فیلم برداری این شوق وجود داشت که حالا این بازی ها برای همیشه است، هم تازگی دارد هم دائمی است، بنابراین بازیگرها فرصت تنبلی نداشتند و همه باید بهترین کار خود را ارائه میدادند. What law is there say I got to like you when I stand up in front of my face and ask a damn fool ass question like that talking about liking somebody? Come here boy when I talk to you. تبعیض نژادی در لیگ بیسبال بعد از کنارگیری تروی ملغا شد. تروی خودخواهانه عقده شکست خود در ورزش رو بر سر پسرش خالی می کند که برخلاف پدر حالا می تواند آینده امیدبخشی در تیم مدرسه داشته باشد. در این صحنه کلیدی تروی در جواب پسر که از او می پرسد آیا دوستش دارد می گوید به عنوان پدر مهم این بود که وظیفه پدریش رو در قبال او انجام داده. بهنام، حالا سوال اینجاست که آیا ما با یک فیلم سینمایی طرف هستیم یا با یک نمایش که فیلم شده؟ این سوالی است که همه منتقدها باش روبرو هستند و به گونه های مختلف جواب دادن. درباره آثار آگست ویلسون که کارش رو به عنوان شاعر شروع کرده، اون چه اهمیت داره کلام هست و نمایش او خب طرح و توطئه زیاد نداره ولی پر است از دیالوگ و مونولوگ که به قول منتقدها فرصتی است برای هنرنمایی بازیگرهای توانا. اما خب این خطر همیشه هست که حاصل کار سینمایی نباشه، بلکه اونطور که بعضی از جمله منتقد هفته‌نامه تایم اشاره کرده تئاتری بشه. منتقد استفانی زچرک انتظار داشته که واشنگتن به عنوان کارگردان ابتکارهای بیشتری در فیلم کردن اثر نشون بده و کارگردانی او رو به یه پروژه دبیرستانی یا دانشگاهی تشبیه کرده که خیلی در بند وفاداری به اصل نمایش است. اما کریس ناشاواتی در هفتگی انترتینمنت ویکلی نوشته چه باک که نتیجه تبدیل این اثر به فیلم تئاتری بشه. او نوشته راه‌های مختلفی برای قصه گفتن هست و چه باک اگه فیلم نمایش‌های عمده‌ای مثل چه کسی از ویرجینیا وولف میترسد یا گلن گری گرن راس رنگ و بوی تئاتری پیدا کنه، چون وقتی دستمایه قدرتمند هست همیشه قدرتمند باقی میمونه و کمتر فیلمی میشه پیدا کرد که به قدرت حصارهای دنزل واشنگتن باشه. قدرت این فیلم از یک طرف مدیون کلام ویلسون است و از طرف دیگه خب مدیون این بازی‌های خارق‌العاده هنرمندا است که به چیزی بیشتر از مهارت در بازیگری و آشنایی سهل و ساده با دستمایه رو در بازی‌هاشون به نمایش می‌ذارن. هرچه نمایش جلوتر میره کلام تیره‌تر، غمگین‌تر، دردناک‌تر میشه و به همراه اون بازی‌ها بیشتر اوج می‌گیره. به قول مایکل فیلیپس منتقد شیکاگو تریبون، این بازیگرها و دیگر دست‌اندرکارهای فیلم می‌دونن که به چنین
دستمایه در تمام دوران هنرپیشگی خود کمتر دست پیدا میکنن. جذابیت این فیلم با دشواری دستمایه ارتباط مستقیم داره. لحظاتی در سقوط روانی تدریجی تروی در این نمایش وجود داره که برای ابراز اونها به قول منتقد شیکاگو تریبیون دنزل ناچار میشه به اعماق روح خودش رجوع کنه، هرچند بازی او از دید بعضی منتقدها بازی اغراق شده ای هست. بهنام، اسم فیلم حصارها هست، حالا این عنوان توی نمایش به چه چیزی اشاره داره؟ خب به قول جاشوا رادکاف این شخصیت اغراق‌گو و خودنمای مثل تروی رو واشنگتن باید با خودداری بیشتری بازی میکرد، اینو یادم رفت بگم. اما حصارهایی که زندگی تروی و همسرش رو از محیط بیرون و اجتماعی که او ازش بیم و هراس داره حفظ میکنن، ضمناً بیرون رو هم از او جدا کردن. موضوع نمایش تضادهای درونی شخصیت تروی هست، آدم رنجیده و زحمتکشی که شکست‌ها روح او رو تلخ کرده. ما در اواخر دهه 50 سراغ این خانواده میریم، در دوران مردسالاری در آمریکا هست و تروی با کشیدن این حصارها خود و خانوادهش رو از محبت آدمهایی که اونها رو دوست دارن محروم میکنه، همونطور که برای جلوگیری از نامید شدن پسرش او رو از دنبال کردن بیسبال محروم میکنه. نمایش حصارها سال 87 اول بار اجرا شد و برای نویسندهش نخستین جایزه پولیتزرش رو به ارمغان داشت و همونطور که اشاره کردم این گروه در سال 2010 برای ایفای نقش احیای مجدد این نمایش رفتن روی صحنه براید و هر دوی بازیگرها یعنی دیویس و واشنگتن جایزه تونی گرفتن. نمایش خشن و بی‌رحمیست، پر از دروغ و افشاگری، غرور ساده دلانه و احساس تقصیر پدرانه و از سازش‌های ناگفته‌ای که زن و شوهر برای حفظ آرامش زندگی خانوادگی به ناچار به اونها تن میدن، اینها رو برملا میکنه. مرسی بهنام. فکر میکنم هر دوی هنرپیشه اول هم نامزد گلدن گلوب شدن، نه؟ بله بله، یادم رفت بگم، اینم درسته و ممکنه اسکاری هم بشن.